بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات. خب دوستان، بحث جلسه گذشته رو، انواع دیودها رو ما شروع کردیم. اولین نوع دیودی که ما معرفی کردیم دیود اتصال نقطه‌ای بود، توضیحات رو دادیم. دومین دیود، دیود زنر بود. سومین دیود، دیود وارکتور یا دیود خازنی بود که در خصوص این سه نوع دیود توضیحاتی رو خدمتتون عرض کردیم. اما چهارمین نوع دیودی که امروز توضیح میدیم دوستان، دیود نوردهنده یا همون LED هست، Light Emitting Diode، دیود نوردهنده، Light Emitting Diode. خب دیود نور دهنده دوستان از دو تا نیمه هادی P و N تشکیل شده. در نظر بگیرید یک نیمه هادی از نوع فرض کنید N، و یک نیمه هادی از نوع P. خب اگر این دیود رو ما به صورت مستقیم بایاز کنیم، یعنی نیمه هادی نوع P رو به قطب مثبت و نیمه هادی نوع N رو به قطب منفی منبع ولتاژ وصل کنیم، این رو بایاز به صورت مستقیم است. نیمه هادی P یا همون اصطلاحاً پایه آنود به قطب مثبت، و پایه کاتود که به نیمه هادی نوع N وصل شده اگه به قطب منفی وصل بشه، اینو بایاس رو گفتیم میشه بایاس مستقیم. خب اگر ما این دیود رو به صورت مستقیم بایاس کنیم و جریان رو به اندازه کافی از این دیود عبور بدیم، از محل اتصال دوتا نیمه هادی یک نوری تولید میشه. ببینید شما وقتی که به صورت مستقیم این دیود رو بایاس کنید و جریان رو به اندازه کافی از این دیود عبور بدین، از محل اتصال دوتا نیمه هادی یک نوری تولید میشه. ببینید اینجا شما در اینجا در محل اتصال دوتا نیمه هادی یک نوری رو مشاهده میکنید که این نور در حقیقت نتیجه ترکیبات بعضی از الکترون های آزاد و حفره ها هستش که به صورت پالس های نوری ظاهر میشه. خب این دیود دوستان یک منحنی مشخصه داره. این منحنی مشخصه من اگر از کنم اینجا، ببینید دو تا محور عمود برهم هست، محور افقی IF و محور عمودی نور هست، همون نوری که داره توسط این دیود تولید میشه. و IF چیه؟ همون جریانی که از دیود میگذره. F هم خدمتون عرض کردیم، F یعنی I فوروارد، جریان بایاس مستقیم، همین جریانی که داره از دیود عبور میکنه. خب منحنی مشخصش دوستان به این شکله. ببینید
یک خط با شیب ثابت. ولی شروع این خط رو اگه دقت کنید از صفر نیست، مقداری بالاتر از صفره. دلیلش چیه؟ ببینید این قسمت رو دقت بکنید دوستان. یعنی چی؟ یعنی اینکه جریان ما تو این نقطه صفره، ولی ما یک مقدار نور بسیار ضعیفی رو داریم. جریان صفره ولی ما نور داریم. شما خاطرتون هست ما گفتیم که یه تعریف برای نیمه هادی ها داشتیم، گفتیم که در حالت عادی مانند عایق ها عمل می کردن و اگر تحت تأثیر یک انرژی خارجی مانند گرما، مانند میدان مغناطیسی، مانند میدان الکتریکی قرار می گرفتن، به صورت یک حادی عمل می کردن. پس گرمای محیط هم دوستان به عنوان یک انرژی خارجی محسوب میشه. یعنی زمانی که این دیود در گرمای محیط قرار میگیره، گرمای محیط به عنوان یک انرژی خارجی باعث شکسته شدن تعداد کمی از پیوندهای بین دوتا نیمه هادی میشه و نور بسیار ضعیفی رو ایجاد میکنه. پس این نور بسیار ضعیفی که اینجا شما مشاهده میکنید دوستان، این به واسطه گرمای محیط هست. خب حالا از این نقطه به بعد شما دقت بفرمایید، هر چقدر که جریان رو اضافه کنید، شما فرض کنید منبع ولتاژ شما یک منبع ولتاژ متغیر باشد، با تغییر دادن مقدار این منبع ولتاژ جریان شما هم تغییر میکنه. ببینید دوستان، شما با افزایش جریان افزایش نور رو دارید. یعنی هر چقدر که ولتاژ این منبع رو بیشتر کنید، در حقیقت دارین جریان عبوری از دیود رو افزایش میدید. با افزایش جریان نور تولید شده هم بیشتر خواهد شد. خب این دیود رو یا LED رو به چه شکلی نشون میدن؟ علامت اختصاری دیود به این شکل دوستان، ببینید LED رو به این صورت نشون میدن، همون دیود معمولی با دو تا فلش بالای اون. یعنی این دیود داره نور تولید میکنه، دیود نوردهنده یا LED. پس هر جایی که این علامت رو دیدیم، این علامت نشان دهنده LED یا دیود نوردهنده است. خب این LED کجاها کاربرد داره؟ کاربردش رو شما بسیار دیدید در جاهای مختلف. از دیود نوردهنده یا LED در 7 سگمنت ها یا 7 قطعه ای ها استفاده میشه. 7 قطعه بینید دوستان که شما همه دیدین، این 7 قطعه ای هست، دقت کنید 2, 3, 4, 5, 6, 7. چراغای راهنمایی سر چهارراه ها که شما شمارنده ها رو بالاشون میبینین، که زمانی که چراغ قرمز میشه شمارش معکوس شروع میشه تا میرسه به صفر، روی همین 7 قطعه ای ها یا 7 سگمنت ها هستش. رو هر کدوم از این قطعه ها دوستان یک سری LED به کار رفته. حالا من اینجا برای سادگی کار فقط یه دونه LED رو بیشتر نمی کشم، رو هر قطعه یه دونه LED. فرض کنید که این D1 باشه، D2، D3، D4، D5، D6، و D7. خب از این 7 قطعه ها چه استفاده میشه؟
برای نشان دادن اعداد و حروف انگلیسی. مثلا شما دوستان اگه بخواید عدد 2 انگلیسی رو توسط این LED توسط این 7 سگمنت یا 7 قطعه نشون بدین، ببینید عدد 2 انگلیسی این عدد 2 دیگه. اگه بخوایم توسط 7 قطعه عدد 2 رو نمایش بدیم، فقط کافیه کدوم دیودهای شما روشن باشه. ببینید تو این قطعه دیود D2 قرار داره، پس بایستی D2 روشن باشه. دیگه کدوم یکی؟ D3. ببینید D3 تو این قطعه بود، تو این قطعه چیه؟ D4. تو این قطعه D7 و تو این قطعه D5. پس این دیودها بایستی روشن باشن، D2, D3, D4, D7 و D5. بقیه دیودها یعنی D1, D6 بایستی D1 و D6 اینجا هستن، اینها بایستی چیه؟ خاموش باشن. پس اگر دیودهای D2, D3, D4, D7 و D5 روشن و D1 و D6 خاموش باشند، عدد 2 توسط این سه سگمنت یا توسط این 7 قطعه‌ای به نمایش در میاد. پس شما با روشن و خاموش کردن این دیودها میتونین اعداد مختلف و یا حروف مختلف رو توسط این سه سگمنت به نمایش در بیارید. خب این LED دوستان یا دیود نور دهنده نسبت به لامپ های معمولی دارای برتری هایی هست. همه شما LED رو احتمالا دیدین. اولین مزیتی که داره کوچیکه و نیاز به فضای کمی رو داره. دومین مزیت اون محکم بودن و داشتن عمر طولانی هست. اگه یه دونه LED شما داشته باشین از دست شما بیفته روی زمین هیچ اتفاقی براش نمیفته، محکم هست، در صورتی که لامپ معمولی ممکنه بشکنه. سومین مزیت یا برتری که داره نسبت به لامپ های معمولی، سریعا میتونه نور رو قطع و وصل کنه. مزیت بعدیش تلفات حرارتیش کمه، پایینه. LED مثل لامپ معمولی به اون شکل داغ نمیشه. در اثر کار کردن لامپ‌های معمولی شما دیدین داغ میشن، اما LED اون تلفات حرارتیش پایینه، داغ نمیشه. ولتاژ کاریش کمه، برای روشن شدن به جریان کمی نیاز داره. توان مصرفیش خیلی پایینه. پس اینا از مزیت‌ها یا برتری‌های LED نسبت به لامپ معمولی بود. خب اما دیود بعدی که مورد بحث ما هست دوستان، پنجم دیود تونلی هست. خب دیود تونلی هم از دو تا نیمه هادی پی و ان تشکیل شده که این دیود همیشه در بایاس مستقیم هم قرار میگیره. تفاوتی که دیود تونلی با دیود معمولی داره در این هستش که میزان ناخالصی در نیمه هادی های پی و ان بسیار زیاده و این امر باعث میشه تا یک لایه بسیار نازکی بین پی و ان تشکیل بشه. تو دیودهای معمولی دوستان شما خاطرتون هست، ببینید دیود معمولی رو شما اگه در نظر بگیرید یه نیمه هادی پی بود یکی ان. در محل اتصال یک ناحیه تخلیه ایجاد می شود اگه خاطرتون باشه،
دیود تونلی دوستان میگیم که نسبت به دیودهای معمولی میزان ناخالصی نیمه‌هادی های پی و انشون بسیار زیاد هست و همین امر باعث میشه تا عرض ناحیه تخلیه ما بسیار کم بشه، بسیار باریک بشه و همین امر باعث میشه تا در ولتاژ های پایین الکترون های آزاد از N به P تونل بزنند. همون افزایش یا زیاد بودن میزان ناخالصی نیمه هادی های P و N باعث این امر میشه. یعنی در حقیقت افزایش ناخالصی نیمه هادی های P و N باعث کم شدن یا باریک شدن عرض ناحیه تخلیه میشه و این امر باعث میشه تا در ولتاژ های پایین، چون می گفتیم به صورت مستقیم هم بایاس میشه، یعنی پی به قطب مثبت و ان به قطب منفی، حتی اگر ولتاژ منبع ما بسیار پایین هم باشه، چون که عرض ناحیه تخلیه ما بسیار باریکه، پس باز هم الکترون های آزاد میتونن از نیمه هادی ان به پی تونل بزنن. یکی از ویژگی های بسیار مهمه دیود تونلی نسبت به دیودهای معمولی این هستش که دیود تونلی دارای مقاومت منفی هست. دوستان مقاومت منفی یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که شما ولتاژ رو توی مقطع خاصی زیاد بکنید جریان کم میشه. چون ببینید تو دیودهای معمولی دوستان با افزایش ولتاژ جریان هم زیاد میشد. مثلا شما LED رو که من همین الان براتون توضیح دادم خاطرت هست، من گفتم زمانی که شما ولتاژ رو افزایش میدین جریان هم زیاد میشد و افزایش جریان باعث زیاد شدن نور LED میشد. یعنی اونجا دارای مقاومت مثبت بود، با افزایش ولتاژ جریان هم زیاد میشد. اما در دیود تونلی این قضیه برعکسه، یعنی دارای مقاومت منفی هست، با افزایش ولتاژ جریان کاهش پیدا میکنه. ببینید شما اگه منحنی مشخصش رو دوستان در نظر بگیرید این مسئله رو قشنگ نشون میده. دو تا محور عمود بر هم VF، اینجا هم چیه؟ IF. VF و IF یعنی تو بایاس مستقیمه، فوروارد. ببینید این همون VF ما هست و این هم جریانی که از دیود میگذره IF هست. خب منحنی مشخصش دوستان ببینید به این شکله. ببینید اینو میگن IV یعنی جریان دره، آی پی جریان قله، مینیمم جریان، ماکسیمم جریان. اینجا ماکسیمم ولتاژ وی پی و اینجا مینیمم ولتاژ وی وی. شما این تیکه رو دوستان اگه در نظر بگیرید ببینید این تیکه، ببینید تو این تیکه که من با قرمز براتون رسم کردم با افزایش ولتاژ جریان داره چیه؟ کم میشه. یعنی منحنی مشخصه یه دیود تونلی به این صورت هست. یعنی این ناحیه دوستان داره در حقیقت همون بحث مقاومت منفی رو به ما نشون میده. یعنی در دیود تونلی شما تو یک بازه از ولتاژ هر چقدر که ولتاژ شما افزایش پیدا کنه مقاومت شما کاهش پیدا میکنه، به همین جهت میگن دارای مقاومت منفی هست. خب علامت اختصاری این دیود به چه صورته؟ به چه شکل دیود رو نشون میدن؟ به این شکل. هر جایی که این علامت رو دیدین نشان دهنده دیود تونلی هست.
و اما آخرین نوع دیودی که دوستان ما خدمتتون معرفی میکنیم فوتودیود هست، ششم فوتودیود. خب فوتودیود هم دوستان از دو تا نیمه هادی پی و ان تشکیل شده که این دیود همیشه در بایاس معکوس قرار میگیره. ببینید دو تا نیمه هادی پی و ان داریم، تو بایاس معکوس قرار میگیره، یعنی آنود به قطب منفی و کاتود به قطب مثبت وصل میشه. خب تفاوتش دوستان با دیودهای معمولی چیه؟ تفاوت این دیود با دیودهای معمولی در این هستش که محل اتصال این دیود از اون ماده سیاه دیگه پوشیده نشده، بلکه در محل اتصال توسط یک پلاستیک شفاف یا شیشه پوشونده شده. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم نور رو به محل اتصال این دیود بتابونیم. ببینید شما یک دیود معمولی رو در نظر بگیرید دوستان. این دیود معمولی که تشکیل شده از دو تا نیمه هادی P و N، اگه دیود معمولی رو شما دیده باشین، روی این نیمه هادی های P و N دوستان یک ماده پلاستیکی سیاه رنگی پوشیده شده. فقط شما از دو طرف این ماده پلاستیکی سیاه رنگ پایه‌های آنود و کاتود رو مشاهده می‌کنید. اما فوتودیود دوستان گفتیم که محل اتصال این دو تا نیمه هادی دیگه از ماده سیاه پوشیده نشده، توسط یک شیشه یا ماده پلاستیکی شفاف پوشونده شده. ببینید این ماده پلاستیکی سیاه دو طرف محل اتصال است، یعنی محل اتصال شما دوستان توسط یک شیشه یا ماده پلاستیکی شفاف پوشونده شده. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم نور رو به محل اتصال بتابونیم. چون ببینید دوستان ماهیت این فوتودیود این هستش که ما اینو به صورت معکوس بایاس میکنیم، بعدم یه نور رو به محل اتصال دو تا نیمه هادی میتابونیم. با تابیدن نور به محل اتصال در مدار ما یک جریانی ایجاد میشه، مثل سنسورهای نوری دوستان. چجوری کار میکنن؟ زمانی که شما از جلوی این فوتودیود یا سنسور نوری عبور میکنید، نور قطع میشه، یعنی محل تابیدن نور به اینجا قطع میشه. نور که وقتی قطع بشه جریان قطع میشه و یک عمل تو مدار ایجاد میشه. دوزگیرهای نوری مثلا کارشون به همین شکل هست. زمانی که یک مانعی از جلوی این سنسور نوری عبور میکنه، مانع رسیدن نور به فوتودیود میشه، و زمانی که نور نرسه جریان تو مدار قطع میشه و یک عملی انجام میشه. مثلا یک آژیری به صدا در میاد، یک چراغ روشن میشه و یک آلارمی داده میشه. حالا برای اینکه دوستان ما بتونیم بیشترین نور ارسالی به محل اتصال رو به محل اتصال برسونیم، نور ما هدر نره، یه دونه لنز بسیار کوچیکی روی محل اتصال این فوتودیودها نصب میکنن. ببینید یه لنز کوچک هست روی محل اتصال فوتودیود نصب میشه،
اینجا هم داره نور تابید میشه. این لنز چیکار میکنه؟ نورهای تابید شده به این محل اتصال رو جمع آوری میکنه، اونها رو متمرکز میکنه و به محل اتصال میرسونه. چون اگه لنز نباشه دوستان، زمانی که شما دارین نور رو میتابونین، یه مقدار از نور ممکنه به اطراف پخش بشه و همه این نور به محل اتصال نرسه. این لنز فقط کارش همینه که نورهای تابید شده رو جمع آوری میکنه، اونها رو متمرکز میکنه و سپس به محل اتصال میرسونه. خب علامت اختصاری این دیود به چه شکلی هست؟ ببینید به این شکله. یه دیود معمولی که داره بهش نور تابیده میشود، دقیقا برعکس LED. LED دوستان اگه خاطرتون باشه که توضیح دادم، علامت اختصاریش یه دیود معمولی بود که داشت نور تولید میکرد. فوتودیود داره نور بهش تابیده میشود، دقیقا عملشون برعکس هم هست. LED داره نور رو تولید میکنه، فوتودیود باعث نور رو دریافت کنه تا بتونه تو مدار یک عکس العمل خاصی رو انجام بده و یک کار خاصی رو انجام بده. خب بحثمون دوستان انواع دیودها، 6 نوع دیود بود که به صورت مختصر توضیحات رو دادیم. اما بحث بعدی ما کاربرد دیودها هست. ما از دیود در کجاها میتونیم استفاده کنیم؟ کاربرد دیودها، اولین استفاده ای که از دیودها میشه دوستان در بحث یک سو کنندگی هست. پس اولین کاربرد دیود به عنوان یک سو کننده هست که ما انواع یک سو کننده داریم دوستان. یا یک سو کننده نیم موج داریم، یک سو کننده تمام موج با ترانس سر وسط داریم و جیم یک سو کننده تمام موج پل داریم که هر کدوم از این یک سو کننده ها رو توضیح خواهیم داد. دومین کاربردی که ما از دیود داریم دوستان، تغییر دهندگی شکل موج هست. یعنی یه شکل موج رو ما به دیود میدیم، اون طرف دیود یعنی در خروجی دیود شکل موجی که تغییر کرده ما اونو دریافت میکنیم. یعنی یه جایی ما نیاز داریم که فرض کنیم که قسمت مثبت موج ما کلن حذف بشه یا یه قسمتش بریده بشه، کامل بریده نشه، یا پیک منفی ما یه قسمتش حذف بشه، یا اصلا دوتا خدمتون عرض کنم که پیک مثبت و منفی از یه جایی برش داده بشن، یا اصلا ممکنه برش داده نشه، نیاز داریم به یه جایی که اون دامنه شکل موج ما کم بشه. به هر حال دوستان شکل موج ما تغییر میکنه. ورودی ما یه شکل موج معمولی است دارای پیک مثبت و منفی، خروجی بنا به دلخواه ما شکل موج تغییر میکنه. پس با استفاده از دیود میتونیم این عمل رو انجام بدیم، شکل موجی که بهش میدیم اونو تغییر بده. حالا یا میتونه به صورت برش دهنده باشه این تغییر شکل،
یا میتونه به صورت مهار کننده باشه. ما انواع برش دهنده ها رو داریم، برش دهنده مثبت رو داریم، یعنی پیک مثبت رو برش میده، برش دهنده منفی رو داریم، یعنی پیک منفی رو برش میده، و برش دهنده دو طرفه داریم، یعنی هم پیک های مثبت و هم پیک های منفی رو برش میده. دو نوع مهار کننده وجود داره. مهار کننده هم میتونه مثبت باشه و هم میتونه منفی باشه. و سومین کاربردی که دیودها دارن دوستان، چند برابر کنندگی ولتاژ. ما با استفاده از دیودها میتونیم ولتاژ ورودی رو چند برابر کنیم و در خروجی از اون استفاده کنیم. خب ما رو مختصرا دوستان چند تا از این کاربردها رو خدمتون ارائه میدم. خب اولین کاربرد یک سو کنندگی هست دوستان. ممکنه این یک سو کننده یعنی چی تو ذهن شما یه علامت سوال باشه. من اول یه توضیح خیلی مختصر بدم اصلا یک سو یعنی چی. ببینید دوستان، شما یک شکل موج متناوب رو در نظر بگیرید. انواع و ولتاژ رو ما خدمتون عرض کردیم دیگه، خاطرتون هست؟ گفتیم که ولتاژ بر دو نوع هست، یا مستقیم و یا متناوب. خب ولتاژ متناوب شکلش به این صورت بود، گفتیم که ولتاژ متناوب یا AC ولتاژی بود که در زمانهای مختلف مقدارش تغییر میکرد. ولتاژ متناوب ما دارای نیم سیکل مثبت و نیم سیکل منفی هست، یعنی ولتاژ AC ما هم دارای پیک مثبت هم دارای پیک منفی، پیک مثبت و پیک منفی، یا نیم سیکل مثبت نیم سیکل منفی. به این ولتاژ متناوب دوستان ما میگیم یک ولتاژ دو سو، یعنی هم پیک مثبت داره هم پیک منفی. پس این چیه دوستان؟ دو سو هسته، یک سو نیست. حالا اگه ما بیاییم پیک مثبت رو حذف کنیم و فقط پیک منفی بمونه میشه یک سو، یا بالعکس پیک منفی حذف بشه فقط پیک مثبت بمونه، به اونم میگیم یک سو. پس ببین دوستان، الان این یک ولتاژ دو سو هست. این چی؟ ولتاژ یک سو. ببینید پیک منفیش دوستان حذف شد، دیگه پیک منفی نداریم. برعکس هم میتونه باشه، ببینید پیک مثبت حذف شده، پیک منفی هست. پس منظور از یک سو یا پیک مثبت باشه یا پیک منفی، اگه هر دوشون باشن به اون ولتاژ میگیم دو سو، یک سو نیست. اگه بتونیم پیک منفی رو حذفش کنیم یا پیک مثبت رو حذف کنیم، به ولتاژی که ایجاد میشه به اصطلاح گفته میشه یک سو. دیود میتونه این عمل رو برای ما انجام بده. حالا میکشم مدارش به چه شکلی هستش و چگونه این عمل انجام میشه. خب پس من دوستان قبل از اینکه باز بخوام یک سو کننده رو توضیح بدم، یه توضیح مختصری در مورد ترانسفورماتور من بدم اینجا بحث رو شروع کنم. ترانسفورماتور یکی از وسایل الکتریکی دوستان ترانسفورماتور هست، یا اصطلاحاً بهش میگن ترانس. این ترانس دوستان چیه؟ این ترانس از دو تا سیم پیچ تشکیل شده. اصطلاحاً یکی سیم پیچ اولیه بهش میگن و یکی هم سیم پیچ ثانویه.
این سیمپیچ اولیه هستش، این سیمپیچ ثانویه. کارش چیه؟ ما با استفاده از این ترانسفورمر میتونیم ولتاژ رو کاهش بدیم. البته ترانس‌های افزاینده هم داریم، مورد بحث ما نیست. ما فقط مورد بحثمون ترانسفورماتورهای کاهنده هستش. برای تطبیق امپدانس هم میتونیم از ترانسفورماتور استفاده کنیم که اصلا مورد بحث ما نیست و من وارد بحث نمیشم اصلا. پس ببینید دوستان، ما ترانسفورماتوری که اینجا استفاده میکنیم در حقیقت ترانسفورماتور کاهنده هستش. یعنی چی؟ یعنی شما یک ولتاژ متناوبی رو به سیمپیچ اولیه اون وصل میکنید. مثلا ولتاژ برق شهر چند ولت؟ ولتاژ برق شهر 220 ولت. شما یک ولتاژ متناوب قوی رو به این سیمپیچ اولیه ترانسفورماتور وصل میکنید و در خروجی ترانسفورماتور همون ولتاژ متناوب رو اما با دامنه کمتر یا با مقدار کمتر دریافت میکنید. ببینید شما تو خروجی این ترانسفورماتور ولتاژ رو دریافت کردید با مقدار کمتر، نوع ولتاژ عوض نشد. دوستان این دقت بفرمایید، ترانسفورماتور نوع ولتاژ رو تغییر نمیده. یعنی شما اگه به ورودی ترانسفورماتور در این ولتاژ متناوب وصل میکنید، AC وصل میکنید، دارای پیک مثبت و منفی هست، در خروجی ترانسفورماتور هم دارین ولتاژ متناوب رو دریافت میکنید، دارای پیک مثبت و پیک منفی هست. پس نوع ولتاژ تغییر نکرد، هر دو AC هستن، اما دامنه ولتاژ داره کم میشه، مقدار ولتاژ کم میشه. فرض کنید اگه شما اینجا در ورودی ترانسفورماتور یک ولتاژ 220 ولتی رو بدین، در خروجی مثلا 12 ولت رو دریافت میکنید، مثلا 24 ولت رو دریافت میکنید، مثلا 30 ولت رو دریافت میکنید. بسته به نیاز شما داره، بسته به نیازی که ما داریم دوستان، بایستی ترانسفورماتور رو طراحی کرد که اصلا مورد بحث ما طراحی ترانسفورماتور نیست. چون برای اینکه ما چه ولتاژ رو اینجا دریافت کنیم، تعداد سیمپیچ ها، ضخامت سیمی که اینجا به کار میره، هسته ای که در میان ترانسفورماتور ها میان دوتا سیمپیچ قرار میگیره، همه اینها در مقدار ولتاژ خروجی ما مؤثر هست که اصلا مورد بحث ما نیست. طراحیش رو یه کسی دیگه انجام میده. ما میگیم ما یه ترانسفورماتور میخواییم که بتونه ولتاژ 220 ولت رو مثلا به 12 ولت تبدیل کنه، مثلا ولتاژ 220 ولت رو به 24 ولت تبدیل کنه. پس دوستان ببینید، این در حقیقت یه دونه ترانسفورماتور هست. ممکنه این ترانسفورماتور ما دوستان خروجیش چند تا سر داشته باشه. ببینید اینجا ترانسفورماتوری که من رسم کردم براتون دوستان، اصطلاح میگن دو سر هست. فرض کنید که ولتاژ بین این دو تا سر 24 ولت باشه. حالا اگه ما به ولتاژ 12 ولت هم نیاز داشتیم، میتونن از وسط سیم پیچ ثانوی هم یه سیم رو بگیرن و خارج کنن. یعنی بین سر بالا و سر وسط 12 ولت شما داریم، یا بین سر وسط و سر پایین. ممکنه ترانسفورمر دوستان در خروجیش چند تا سر داشته باشه که ما از هر سری میتونیم یک ولتاژ متفاوتی رو دریافت کنیم. خب پس دوستان یک سو رو متوجه شدیم یعنی چی؟ و ترانسفورماتورم یه وسیله الکتریکی بود که ولتاژ متناوب رو به ما در خروجیش تحویل میداد، ولی با مقدار کمتر. خب اما بیایم سراغ اولین نوع یک سو کننده، یک سو کننده
نیم موج. من اول شکل مدار یکسو کننده نیم موج رو براتون رسم کنم. یه دونه ترانسفورماتور ما داریم که سیم پیچ اولیه اون به ولتاژ برق شهر وصل میشه، سیم پیچ ثانویه اون میاد به یه دونه دیود وصل میشه و اینجا هم در خروجی ما یه دونه مقاومت داریم R L. L هم که اندیس R هست دوستان، load bar، مقاومت بار. هر منوع مصرف کننده میتونه جای این مقاومت قرار بگیره. ما این طرف ولتاژ ورودی رو داریم V I و این دو طرف ولتاژ چی داریم دوستان؟ V O. این یک مدار یک سو کننده نیم موج هست. مدار یک سو کننده نیم موج هست که از یک دونه دیود تشکیل شده که وضع شده به مقاومت بار یا مصرف کننده. خب ببینید دوستان، در ورودی یعنی وی آی گفتیم وضع میشه به ولتاژ برق شهر. ولتاژ برق شهر ببینید متناوب یا ای سی بود دیگه. هم داره پیک مثبت بود و هم پیک منفی. این محور وی بود و اینا تی. حالا خیلی کار به اینا نداریم. پس بدونید دوستان، ما میاییم یک ولتاژ متناوب 220 ولت رو وصل میکنیم به ورودی مدار یک سو کننده. میخوایم ببینیم که در خروجی یعنی VO چه نوع شکل موجی رو ما داریم. از نظر شکل موجی میخوایم بررسی کنیم. ببینید VI ما معلوم، VO ما مجهول. ما دنبال شکل موج خروجی هستیم. برای اینکه دوستان من به شکل موج خروجی برسم، یه تحلیلی رو رو مدار انجام میدم تا برسم به شکل موج خروجی. این تحلیل رو دوستان دقت بفرمایید، چون این تحلیل دوستان تو همه این مدارات قابل استفاده هست. یعنی به همین شکلی که من الان تحلیل رو برای یک سو کننده نیم موج انجام میدم، همین تحلیل رو برای یک سو کننده تمام موج با ترانزیستور وسط، تمام موج پل، خدمت رو عرض کنم، برش دهنده ها و مهار کننده ها انجام میدم. تحلیل رو دقت بفرمایید. خب تحلیل به این صورت هست دوستان. ببینید ما داریم یک موج متناوب یا ولتاژ متناوبی رو به مدار تزریق میکنیم، اعمال میکنیم. حالا برای تحلیل مدار دوستان، من ابتدا میام پیک مثبت رو وارد میکنم، ببینم چه اتفاقاتی تو مدار میفته. بعد از اینکه اتفاقات رو بررسی کردم تا آخر، برمیگردم دوباره پیک منفی رو وارد میکنم، ببینم چه اتفاقی میفته. دقت بفرمایید. پس من ابتدا دوستان پیک مثبت رو وارد میکنم، ببینم چه اتفاقی میفته. فرض کنید هنوز پیک منفی وارد نشده، فقط پیک مثبت وارد شده. خب زمانی که پیک مثبت وارد بشه دوستان، ما بالا مثبت داریم، پایین منفی. خب حالا دقت کنید شما، دیود در چه نوع بایاسی قرار داره؟ ببینید اینجا آنود در حقیقت و اینجا چیه؟ کاتود. پس زمانی که پیک مثبت وارد میشه، مثبت منفی اینجا اعمال میشه، دیود در چه نوع بایاسی قرار میگیره؟ ببینید دوستان، آنود به مثبت وصل شده و کاتود هم از طریق مقاومت وصل شده به منفی. پس دیود رفت تو بایاس مستقیم. وقتی که دیود تو بایاس مستقیم قرار می گرفت،
جریان رو از خودش عبور میداد، یا اصطلاحاً میگفتیم دیود روشن شده. پس ببینید دوستان، وقتی پیک مثبت داره وارد میشه، مثبت منفی رو، مثبت رو اینجا داریم، منفی رو اینجا داریم، مثبت به آنود وصل شده و کاتود هم از طریق مقاومت وصل شده به منفی. پس دیود در بایاس چی دوستان؟ دیود در بایاس مستقیمه. دیود در بایاس مستقیمه یعنی چی؟ یعنی دیود ما آنه، یعنی دیود روشنه. دیود روشنه یعنی چی دوستان؟ یعنی داره جریان رو از خودش عبور میده. جریان از دیود عبور میکنه، جریان آی میاد از مقاومت آرئل هم میگذرد. عبور جریان از مقاومت باعث ایجاد ولتاژ در دو سر مقاومت میشه. تو بحث‌های اولیه گفتیم قانون اوهم یادتون هست، گفتیم اگر از یک مقاومت جریان عبور کند، در دو سر مقاومت یک ولتاژی ایجاد می شود به نام V، که مقدار ولتاژ برابر بود با حاصل ضرب مقاومت در جریانی که از مقاومت عبور می کنه. خب پس ببینید دوستان، در پیک مثبت دیود روشنه، یعنی تو بایاس مستقیمه. زمانی که روشن باشه یا تو بایاس مستقیم باشه، جریان رو از خودش عبور میده، جریان عبوری از مقاومت هم میگذرد. عبور جریان آی از مقاومت آرئل باعث ایجاد ولتاژ در دو سر دیود میشود، در دو سر مقاومت میشود. نظرت میخوام پس در بایاس مستقیم ما وی او رو یه مقداری داریم که بستگی به جریان و مقاومت داره. وی او ما چقدر دوستان؟ ببینید وی او ما در حقیقت اگه دیود رو به صورت ایدئال فرض کنیم، این وی او ما برابر با وی آی هست. یعنی دوستان ببینید، این دیودی که روشنه مثل یه پل عمل میکنه، این وی آی از اینجا حرکت میکنه، از روی پل عبور میکنه و میرسه به وی او. پس اینجا وی او ما برابر با وی آی میشه. حالا بیایم نیم سیکل منفی رو بررسی کنیم. نیم سیکل منفی ببینید، من با رنگ آبی رسم میکنم. در نیم سیکل منفی ببینید جای مثبت و منفی چیه؟ عوض میشه. یعنی بالا میشه منفی، پایین میشه چی؟ مثبت. چون پولاریته ولتاژ داره عوض میشه دیگه، مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت. پس تو نیم سیکل منفی دوستان نگاه کنید روی این علامت های آبی. در نیم سیکل منفی دیود چه وضعیتی داره؟ بایاسش چیه؟ ببینید آنود وصل شده به منفی، کاتود هم از طریق مقاومت آرئل وصل شده به قطب مثبت. دیود رفت تو بایاس معکوس. پس دیود که تو بایاس معکوس باشه، یعنی از دیود هیچ جریانی عبور نمی کنه. دیود خاموشه، مثل یه کلید باز میمونه. بررسی دیود در حالت ایدئال رو تو جلسات گذشته خدمتون عرض کردم. پس ببینید دوستان، وقتی که دیود در نیم سیکل منفی میره تو بایاس معکوس، یعنی خاموش میشه، یعنی جریان از دیود عبور نمی کنه. آی ما صفره. وقتی که از دیود جریانی عبور نکند، از مقاومت آرئل هم جریانی عبور نمی کند. ببینید یعنی آی ما اینجا برابر با چیه؟ صفره. وقتی که از مقاومت جریانی عبور نکند، ولتاژی هم در دو سر اون ایجاد نخواهد شد. ببینید مگه ما نگفتیم قانون اوه وی مساوی هستش با آر ضرب در آی؟ خب اینجا ما میگیم آی ما صفر دیگه، صفر ضرب در هر عدد حاصلش چیه؟ صفر دیگه. پس ببینید دوستان، وقتی که دیود ما خاموش باشه، یعنی جریان عبور نمی کنه. جریانی که عبور نکنه، یعنی ولتاژی هم ایجاد
نخواهد شد. پس وی اوی ما برابر با چیه؟ صفر میشه. خب حالا با توجه به این تحلیل هایی که من اینجا انجام دادم دوستان، میام شکل موج خروجی رو میخوام چکار کنم؟ رسم میکنم، به دستش بیارم. چجوری؟ ببین دوستان، من برای اینکه شکل موج خروجی رو به دست بیارم، دقت بفرمایید، من ابتدا میام این شکل موج ورودی رو به صورت خطچین برای شما رسم میکنم. این خطچینی که من کشیدم دوستان در حقیقت همون وی آی من هست. من میخوام بر اساس وی آی وی او رو به دست بیارم. خب وی آی ما به دوستان هم نیم سیفت های مثبت داره و هم نیم سیفت های منفی. حالا میام روی وی آی وی او رو رسم میکنم. چجوری؟ ببین دوستان، من ابتدا میام سراغ پیک مثبت. پیک مثبت، ببینید در پیک مثبت یا نیم سیکل مثبت وی آی من با وی آی برابر هست. پیک مثبت یعنی چی؟ یعنی این قسمت و این قسمت. پس تو این دوتا قسمت دوستان، ببینید تو این قسمت و این قسمت، در پیک های مثبت وی آی من با وی آی برابر هست. برابر هست یعنی وی او دقیقا همون وی آی هست، یعنی وی او منطبق میشه بر وی آی. پس دقت کنید، ببینید تو نیم سیکل های مثبت گفتیم وی او با وی آی برابر هست. من با قرمز وی او رو رسم میکنم. ببینید در نیم سیکل مثبت وی او برابر با وی آی هست، یعنی وی او من دقیقا بر روی وی آی رسم میشه. اینجا هم به همین شکل. میام سراغ نیم سیکل های منفی. در نیم سیکل های منفی وی اوی من چیه دوستان؟ صفر دیگه، ولتاژ ندارم. نیم سیکل های منفی یعنی کجا؟ یعنی اینجا و اینجا. وی اوی من چقدره؟ صفره. پس در این نیم سیکل منفی وی اوی من صفره، در این نیم سیکل منفی هم باز وی اوی من چیه؟ صفر. دقت بفرمایید، این قرمز، این شکل موج قرمزی که من رسم کردم در حقیقت شکل موج ولتاژ خروجی این مدار هست. یک سو شده دیگه. ورودی من ببینید یه شکل موجی بود که دارای پیک مثبت و پیک منفی بود، اما خروجی من فقط دارای پیک های مثبت هست، پیک های منفیش حذف شده. فقط من پیک های مثبت رو دارم. پس این میشه در حقیقت خروجی مدار یک سو کننده نیم موج من. پس مدار یک سو کننده نیم موج شکل موجش به این صورته. حالا شما بیاین جهت دیود رو دوستان عوض کنید، یعنی جای آنود و کاتود رو عوض کنید، نیم سیکل های مثبت شما حذف میشه و نیم سیکل های منفی رو خواهید داشت. به عنوان تمرین دوستان میتونن تو خونه بعد از اینکه این مدار رو تحلیل ها رو خوب بررسی کردن متوجه شدن، خودتون بیاین دوستان جای آنود و کاتود رو عوض کنید، بعدن بیاین همین تحلیل ها رو انجام بدین و شکل موج رو رسم کنید. خواهید دید که اونجا نیم سیکل های مثبت شما حذف میشه و فقط نیم سیکل های منفی رو خواهید داشت. بازم میشه شکل موج خروجی شما یک شکل موج یک سو شده. خب دوستان، انشالله ادامه بحث رو در جلسات بعد خدمتتون خواهیم بود. در ضمن این جلساتی که برگزار شد جلسات 12 و 13 بود. خدا نگهدار شما.